سلام رفقا حالتون چطوره مهدی شلایی هستم با یه جلسه دیگه VM ور وی سی پی در خدمتونم این جلسه میخوایم راجع به بحث آی او پی اس یا آی او پس صحبت کنیم این پوت اوپریشنز پر سکند هم آی او پی اس میگیم هم آی او اس میگیم من شخصا آی او پی اس میگم دوست دارم آی او پی اس بگم چون بهتر رو زبونم میشه حالا بعضیا آی او پس میگن من allele میکنم بعضی هم با گفتن من حال نمیکنن پس اگر هر دو رو شنیدید خیلی تعجب نکنید خیلی چیز عجیب غریبی نیست بچا این آیوپس یا ایوبس چیه ماجراش یه موضوع بسیار بسیار مهمه بحث بس این جلسه هم کاملا تئوریه ولی از اون تئوری هاست که اگر ندونیش سازمانی رو فنا میکنی شرکتی رو فرا میکنی و خودت زیر سال میری انقدر این بحث مهمه ماجرا از این قرار آقا جان ما یه پاشناشیل داریم یه باتل نک داریم یه گلوگاه داریم هر اسمی دوست داری روش بذار به اسم هارد توی بحث مجازی سازی آقا این هارد که خیلی وقت داره اذیت میکنه که تو نمیتونی مجازی سازی انجام بدی اصلا سرور رو بذار کنار ساختار شبکه رو بذار کنار تو سیستم خونه تو لپتاپت روی کیست میبینی یه سیستم داری سی خیلی قوی رم به اندازه کافی دو تا ویرچوال ماشین سه تا ویرچوال ماشین روشن میکنی هوا میشه هارد هم مثلا دو ترابایت هارد ماجراش چیه چرا نمیتونم کار کنم رم داره کم میاد سی پیو داره کم میاد هارد داره کم میاد هارد هم که این همه حج داره میگیم آقا جان میخوام راجب این موضوع صحبت کنیم بس بس هارد این هارد باید بررسی بشه چجوری بررسی میکنیم؟ میریم سراغ یه شکل توی یه شکل تو دل, دل کار راجع به صحبت میکنیم فرض میکنیم یه سرور داریم یک ترابایت هارد داره که تشکیل شده از 6 تا هارد مثلا 15K که رایید شدن رایید 5 شدن و وی ام میخوام روش نگهداری کنم یک ترابایت رم دارم و دو تا سی پیو 3 گیگا دارم خب رم و هارد برک شد رم و هارد حجمشون مشخص دیگه. من یه تعداد رم مجموع حجمشون شده یک ترابایت یه تعداد هارد مجموع حجم شده یک ترابایت سی پی چه جوری میشه ظرفیت پردازشو محاسبه کرد بچا سی پی هم ساده است تعداد سی پی ها سرور دو تا سی پی دو تا سوکت سی پی می خوره دو تا سخت ابزار سی پی روش سوار هست میشه تعدادشون که اینجا من دو تا کشتم. دو زب داره توان پردازیش س گیگاهرز زب داره تعداد کورش مثلا اینا هر کدوم 12 کور هستن اوکی میشه سه زب دو زب داره سه زب داره 12 میشه 72 گیگاهرز بهش میگن فیزیکال سی پی حالا ما گیم ویچوال سی پی هم داریم برای ویچوال سی پی هم داریم ویژوال سی پیو رو اینها رو بخوایم محاسبه بکنی یه ضرب در دو دیگه هم میندازی تنگش 72 ضرب در دو چرا به اینکه توی بحث ویژوال سی پیو ما لاجیکال پروسسور هم لحاظ میکنیم لاجیکال پروسسور چیه هر کور خودش به صورت منطقی این بار نه به صورت فیزیکی به دو تا کور تقسیم میشه تقریبا حالا خیلی خودمونی بخوایم بهش بگیم که بهش میگیم لاجیکال پروسسور یعنی هر کور خودش دو کور داره دو کور منطقی داره لاجیکال کور و برای همین هم یه ضرب دو داریم و اون میشه توان پردازشی ویرچوال من ما فیزیکال سی پی رو کار داریم پس این هم میشه 72 گیگاهرز ظرفیت پردازش 1 گیگاهرز 1 یه... ترابایت میخوام رم و 1 ترابایت هارد من چند تا ویم میتونم روی ران کنم سال آقا این انقدر مهمه و انقدر حیاتیه که باید بهش بپردازیم و توی یه درس مجزا هم بهش بپردازیم بچه من بر اساس هارد میخوام بسنجم مثلا بیایم هارد رو بر اساس ظرفیتش بسنجیم من اگر بخوام به هر ویرچال ماشینم بچه ها میخوام به هر ویرچال ماشینم 20 گیگ چی بدم؟ هارد بدم ویرچوال ماشینم فقط سی عامل میخواد داشته باشه و بس میخوام ببینیم بر اساس 20 گیگ اصلا 50 گیگ میخوام بهش رم... چیز بدم یه کلکولیتر میارم میگم هزار گیگ من که میشه یه ترابایت تقسیم بر پنجاه کن پس من بر اساس هارد اگر بخوام پیش برم 20 تا وی میتونم داشته باشم هر کدوم 50 گیگ بهش بدم پس 20 عدد وی بر اساس هارد میتونم داشته باشم اگه مبنای محاسبه تعداد ویرچوال ماشینی که میتونم داشته باشم رو بذارم چی رم به هر کدوم از ماشین هام بخوام 8 گیگ رم بدم یعنی من این بار میرم سراغ چی دوباره میریم سراغ قضیه کلکولیترمون توی کلکولیترمون اینو مینیمایزش کنم تو دست و پام نباشه آره اینجوری بهتر شد خب یه ترابایت رم دارم اینو ببندیم میگم یه ترابایت رم دارم تقسیم بر 8 گیگش میکنم 1000 گیگمو تقسیم بر 8 میکنم میگه 125 تا ویروشار ماشین میتونی داشته باشی 125 تا چرا به هر وی میخوام هش گیگ بدم دیگه یه میشه اندازه 125 تا وی ام ساپورت میکنه اوکی بر اساس سی میخوایم داشته باشیم من به هر سی به هر سی پی یو گیگاهرتز میخوام ظرفیت پردازش بدم 72 رو 72 تقسیم بر 2 گیگاهرتز فرض میکنیم نیاز ما این رف میشه دیگه مثلا کاری ندارم بیشتر میخواد کمتر میخوام میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم میگه 36 تا وی ام بر اساس این میتونی داشته باشی پس من الان هر کدوم از این مبناها رو بذارم مبنای محاسبه اینکه چند تا وی میتونم داشته باشم به یه عددی میرسم عجیب غریب میشه هارد و مبنا <تصحنت> رفت اصخایی میکنم صدام یه رفت چیزی هم نیست بزنم ادیتش کنم وسط کار وسط صحبت هم بود <تصحنت> خیلی معذرت میخوام <تصحنت> من اینجا میام خیلی خیلی معذرت میخوام خدمتون ها ارز کنم <تصحنت> 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 میام اینجا میگم بر اساس هارد میگه آقا جان 20 تا وی میتونی داشته باشی 20 تا ویروس ماشین 1 ترابایت رو برات پر میکنه اوکی رم 125 تا وی ام به هر کدوم 8 گیگ بدی 125 تا وی میتونی داشته باشی به هر وی ام 2 گیگاهرتز بخوای بدی 36 تا وی میتونی داشته باشی حالا بالاخره من چند تا میتونم داشته باشم خب من اگه کمترینم در نظر بگیرم 20 تا وی میتونم داشته باشم 20 تا وی که داشته باشم از هاردم کامل استفاده شده رم هم که مازادم میارم سی پیو هم که مازادم میارم خوبه پس آقا تو تا 20 تا ویه میتونی داشته باشی حالا فرض اون عدد کمتر مال رم بود عدد کمتر مال سی پیو بود بالاخره یه تعدادی تو میتونی بسازی که داریم میگی من حساب کردم بر مبنای سه تا حساب کردم کمترین رو گرفتم بر مبنای سه تا حساب کردم وسط رو گرفتم حد وسط رو گرفتم مثلا واسه 36 رو گرفتم خب بالاخره 20 تا 36 تا میگی میتونم بسازم ولی واقعا میتونی 20 تا 36 تا بسازی میگیم آقا اگه مبنا و ظاهر قضیه رو بذاری به اساس رم رم آره یه حجمی داری به اندازه اون حجمی میتونی مصرف کنی فقط یه نکته رو در نظر بگیر دو تا نکته رو یک این رم یه ترابایتیش یه بخشش صرف چی میشه مصرفش میشه برای خود ای اس ایکس پس یه چیزی کم میشه کمتر از یه ترابایت میشه مثلا یه 8 گیگ 16 رو در نظر بگیر خود ای اس نیازشه مثلا دارم میگم اون عدد رو دست بالا میگیریم دیگه نیازش یه 10 رو برای یه های در نظر بگیریم بعد یه حدی هم ها 10 گیگ کم کردی 990 گیگ موند یه حدی هم بعد حد بزنین 990 گیگ اگه استفاده کنی خب رو سقف یوزج 100 درصد و 99 درصدی بالاخره یه 20 درصد آزاد بذار پس اینجا یه 200 300 گیگ هم یه 200 گیگ هم میذاریم برای بافر مثلا که نوسان و نیاز اگه زیاد شد این داشته باشه تامین کنه پس اینجا می مثلا 800 گیگ رو اون 800 گیگ رو اون 700 گیگ سرمایه گذاری کن بخواه که مصرفش کنی نه روی کل موجودیت بچا سرور درست رمی ترابایت داره ولی یه بخشش خودش مصرف میکنه یه بخشی رو باید بذاری بافر باشه که اگه الان روی مثلا 800 گیگ داره رم یوزج استفاده میکنه یه دونه از این وی ام بیشتر رم نیاز داشت یه کاری نیاز شده انجام بشه که رم بیشتری نیاز داشت جا داشته باشه بره رم بیشتر رو بگیره خب پس من این نکته رو باید مثلا راجع به رم در نظر بگیرم ولی در هر صورت رم یه میزانیه تو استفاده کنی به همون میزان بهت داره تحویل داده میشه اوکیه سی همینه آقا تو دو گیگاهرتز میخوای ده گیگاهرتز میخوای صد گیگاهرتز میخوای در نهایت یه ظرفیتی وجود داره به داده میشه استفاده میکنی ولی هارد دوتا موجودیت داره بچه ها. هارد یه موضوعیه که تو دیگه نمیتونی بر اساس حجم مورد نیاز فقط راجع بهش تصمیم بگیری بچه هارد یه موجودیت حجمی داره خب یه موجودیت پرفورمنسی داره خب یعنی من باید به دوتاش توجه کنم حجمی که میشه حجمش یه ترابایت چقدر داده میتونه نگه داره داخل خودش این میشه حجمیش و توی مجازی سازی حجمیش توی کمترین درجه اهمیته بالاخره من میدونم هر ویم هم چقدر ویم در واقع اطلاعات قرار توش نگهداری داری بشه و این ویمی که داره روی این هارد ذخیره میشه چقدر این هارد باید جا داشته این ساده ترین قسمت کاره ولی موضوع مهم پرفورمنس پرفورمنس هارد مهمه که پرفورمنس هارد با این حجم یترابایت اصلا قابل بررسی نیست پرفورمنس هارد رو شما با حجم نمیتونی بسنجی پرفورمنس هارد میشه میزان یا سرعت نوشتن و خواندنش در ثانیه میزان نوشتن و خواندنش در ثانیه میشه پرفورمنس هارد اون چیزی که باش آشنایید هر هاردی رو میخری نمیشه آقا اینقدر مکبرسانیه میتونه سرعت نوشتنش باشه اینقدر مگ میتونه سرعت خواندنش باشه اوکی منم میگم اوکی همه چیز درسته دم گرد ولی بازم این پرفورمنس رو از یه زاویه نگاه دیگه اگه بهش نگاه کنیم بازم یکم این پرفورمنس هم سختتر میشه داستانش چجوری میشه آقا به ازای یک کار شما یک کار یک کپی بذار از مثلا فرض کن Uh, یه درایو به درایو دیگه از یه هارد اکسترنال به یه درایو توی دستگاه یه دونه عمل کپی بذار از هاردت به یه دونه مثلا هارد اکسترنال از هارد داخلیت به یه دونه فلش یه کپی بذار شروع میکنه کپی کردن بسته به پرفورمنس اون فلشت یا در واقع اون هاردت مثلا با سرعت 100 مگابایت بر ثانیه شروع میکنه کپی کردن تو فلش دومی رو بذار سرعت میاد پایین سومی رو بذار سه تا کپی همزمان بذار چهار تا کپی پنج تا کپی همزمان بگو میخوام فیلم پلی بشه یعنی م... فیلم اسلو موشن میشه سرعت کپی اومده پایین ا جمع سرعت کپی تو که نگاه کنی مثلا دارم میگم تو ظرفیت هاردت مثال سرعت کارش 100 مگ میتونه بخونه اطلاعات و با سرعت 100 مگ میتونه اطلاعات از رو برداریه یه جا دیگه بفرسته اوکی؟ یه دونه کپی میذاری واقعا با 100 مک میداره اون در شروع میکنه پیس کردن کپی دوم رو میذاری خب میبینی شد دو تا پنجاه تا پنجاه تا پنجاه تا مجموعا صد رو داره بتمینه سه تا میذاری نمیشه مثلا سه تا سی و سه تا میشه پونزه تا پونزه تا نمیدونم پونزه تا چلو پنج تا میشه آقا این باید صد تا باشه چلو چلو پنج تا شد یعنی تو 55 پنج پنج مگ بر ثانیه تو از دست دادی کجا رفتی این ظرفیت هاردت گفته بود 100 مگ این وسط چی شد میگه آقا جان اون به ازای یه تسک بود داره میگه من یه تسک با این پرفورمنس میتونم انجام بدم حالا که چند تا تسک گذاشتی همزمان داره فیلم پخش میکنه همزمان داره فلان میکنه اگه فرض کنیم هارد مکانیکیه داره چیکار میکنه این هد دیوانه و بیچاره و بدبخت داره میره اون ور دیتا رو از اون ور برمی داره میاد این ور دیتا از این ور برمی داره میره نمیدونم این جابجا جا, جا شدن هد این اینور اونور شدن هد دنبال این دیتا بگرده کپی کنه اونور دنبال دیتا بعدی هم بگرده همزمان دیتا بعدیش هم بگرده نمیدونم فیلم من پلی کنه از فلان قسمت این دیگه پرفورمنس هاردو بر اساس مگابیت بر به به دیگه نمیتونه نشون بده چرا چون کار ترکیبی شده و اگر بخوای ظرفیت کاری یک هاردو در صورت لودهای ترکیبی بسنجی دیگه مبنای کارت واقعا دیگه عدد این که چند مگ بر ثانیه بهت میده نمیتونه باشه بعد بره سراغ چی؟ سراغ آی او پی اس یا آی که شما بر مبنای این موضوع اپریشن داره میگه چند تا کار با هم دیگه میتونن لود و تحملت چقدره ظرفیتت رو میسنجه اینو باید بسنجی حالا وقتی میای این مبنا رو مد نظر قرار میدیم یعنی همه ای این تعدادا به هم میرزه رم و سی پیو این تعدادو بهت میگه میتونم بدم اوکی حالا 125 نه به خاطر اینکه رو 100 درصد داره در 100 تا رو میتونه بد بده واقعا سی پی نمیدونم عزم میخوام 36 تا سی پی 36 تا بود مثلا 30 تا 25 تا رو میتونه بد بده که مثلا یوزیجش روی 70 درصد مثلا بمونه رم 125 تا نه ولی 100 تا رو میتونه بد بده ولی هر چند تا میتونه بده الان دیگه بر مبنای حجم نباید در نظر بگیرم بله حجم مهمه به هر ویمت میخوای چقدر هارد بدی آیا اینقدر هارد داری یا نداری این مهمه در همین حد ولی اینکه چند تا ظرفیت پردازش کردن داره حتی اگر حجمش کم باشه دیگه میاد برید سراغ یه موضوع دیگه برای اینکه این موضوع رو بهتون بگم یه جریانی یه جدولی از میخوام بهتون نشون میدم که این جدول توی کتابهای قدیمی در واقع چیزه مربوط به دوره ویدیاییه که من خیلی حال میکنم با این جدول بهتون نشونش میدم توی دوره ویدیای آی ویژوال دسکتاپ که بعد از دوره وی افراد میتونن بگذرونش کاملا بحث پی... بین ای او پی و ای او موندم خدمت ارز کنم که کاملا ای او پی اس اونجا حرفه‌ای و با قابلیت محاسبه بهتون گفتم یعنی اصولی رو بهتون گفتم که اونجا به دردتون میخوره بچا اصل و جایگاه آموزش ای او پی توی دوره ویدئایه ببینید این بحث بس بسیار مهمه ولی متاسفانه خیلی ها نمیدوننش در حدی که من دیروز نه اسم میارم حالا آره دیروز وقتی شما ویدیو رو میبینید معلوم نیست کی میشه نه اسم فرد رو میارم نه اسم جا رو میارم ولی یه فردی که داره سنگین کار میکنه و نمیگم دیگه واقعا چیزی بگم اونایی که با من در رابطه هستن ممکنه بفهمن منظورم کی و چی هستش یا آدمی که داره کار میکنه تو این زمینه داش میگفت من ویدیوهای میتونم پیاده سازی کنم برای مثلا هشتاد نوت تا کاربر و بیام از هارد سروری که تنکه تنکه اونم یه دونه یعنی دقیقا دوتا بود که میرور شده یعنی یه دونه میشه من میتونم این تعداد را بندازم آقا مگه میشه خب این نشون آقا من این حجم من حجم زیادی نیاز ندارم خب این نشون داره میده که تو هیچ درکی از آیو نداری اگر این درک رو داشتی میدونستی که نمیتونی حتی روی این یه دونه 5 تا وی ام ران کنی چه برسه به اینکه بخوای چند ده وی رو ران کنی این موضوع خیلی مهمه هر سطحی از مجازی سازی بچا دارید انجام میدید برای خونتون توی وی ام برای سازمانتون در یه دونه سرور دو تا سرور آیوبس مهمه برات بسیار مهمه چون اگر ندونیش نمیتونی بفهمی ظرفیت سرورت در اینکه چه تعداد ویم ران کنی چقدره و تو تو سازمانت نیاز به وی ام داره همینجوری میخوای بری بسازی بسازی بسازی, بسازی، یه پرفورمنس بیفته پایین تا همه چی تعطیل بشه پس خوب دقت کن به این قضیه این جدول داره میگه که آقا اون آی او در واقع احتمالی و محاسبه شده برای هارد های مختلف چقدره میگه هارد 5400 دور در دقیقه 5400 آر پی ام 50 آی او بت میده هارد 7200 ای 75 آی او بت میده هارد 10K سروری ده هزار دور در دقیقه دیگه داره میشه سانتریفیوژ خب 125 آیو پی بت میده هارد 15K 175 آیو پی بت میده و هارد SSD که دیگه چرخشی نیست پر سرعت مینیموم 6000 هزار پی اس حالا میفهمیم چرا این همه هارد SSD پرفورمنس رو میبره بالا ویندوز زود بالا میاد چند تا وی ما هم دیگه میتونی داشته باشی چرا چون ظرفیت و تحمل هم کارهای همزمانش بسیار بالاست بسیار بالاست اینا چرا پایین ترن بچه ها اینجا هم نوشته میگه من اسسی گذاشتم به خاطر بحث مقایسه چرا چون اینا همه مکانیکی این کاملا الکترونیکیه مکانیکی یعنی چی یعنی یه هد داره میچرخه جابجا میشه یه دیسک دوار داره میچرخه و این چرخیدن یک دور چرخیدن دیسک دیلی داره این دیلی توی نتیجه کار من رید من تاثیر داره اون هده باید سیک تایم داشته باشه به چرخه بگرده و بره دیتا رو پیدا کنه این تایمی که تلف میشه بابت پیدا کردن حتی اگر کم باشه بالاخره یه تایمه توی تعداد بالا تایم زیاد میشه دیلی زیاد میشه و به همین علت این دیسک ها که مکانیکی هستن ای او بسیار پایین تر از اس اس که دیگه مکانیکی نیست و این موضوع باعث میشه که تو هارد های مکانیکی وقتی چند تا وی ام با هم روشن میکنی یا چند تا کپی مثلا با هم دیگه میذاری این هده دیوانه بشه از بس این اونور میره و بیشتر از این که بخواد حجم جابجا جا کنه اون 55 مگابایتی که گفتم گم میشه تایمی میشه که داره جابجا جا میشه بگرده دنبال دیتاش خب پرفورمنس میفته خب اس استفاده کن پرفورمنست نیفته حله؟ حالا بر اساس این آیتم ما باید متوجه بشیم که چه تعداد VM میتونیم داشته باشیم چه جوری متوجه بشیم چه تعداد وی میتونیم داشته باشیم با این عددا بچا فرمول میتونه پیچیده باشه تو در تو تر باشه و توی دوره ویدیوهای گفته میشه اما برای منی که میخوام فعلا مجازی سازی درس بدم و شما ای که میخوای مجازی سازی در حد در واقع پای از میخوام پایه در حد اینکه بخواید وی سی پی رو یاد بگیرید نیاز دارید همین درس میتونه کامل نیازتون رو رفع کنه من اینجا دادام رو چیز ذخیره میکردم رو هارد یک دو سه چهار پنج شش تا هارد اوکی این هاردا چی هستن 6 تا هارد مثلا 15k 15k چند آی او پی اس داشت 15k 175 آی او پی اس داشت 6 ضرب در 175 من 1050 آی او پی اس دارم هرچند این یه حجمی ازش بچه ها کم میشه اصطلاحش میگن رید پنالتی در حد مثلا مثال دارم میزن دیگه من خیلی بالا میگم در حد 3 4 آی پی اس من میگم 10 آی پی اس من 1040 آی پی اس قطعا دارم خب من فرمول ساده رو دارم در نظر میگم تو دوره ویدیو های فرمول دقیق تر و جزئی تر هم گفتم ولی این اوکی پس من الان 1040 آی پی ظرفیت دارم حالا باید ببینم چند تا وی ام میتونم داشته باشم چجوری محاسبه کنم باید ببینم هر وی ام هم چه لود داره هر وی ام هم چند آی او پی نیاز داره و برای اینکه اینو بفهمم یا باید از تجربه خودم استفاده کنم یا برم توی اینترنت سرچ کنم ببینم وی ام ها در حالت پایه وقتی نصب میشن چند آی پی مصرف داره میگه آقا یه ویرچوال ماشین وقتی نصب میشه هیچ کاری هم نداشته فقط یه ویرچوال ماشین روشن باشه بچه ها. یه ویرچوال ماشین روی این هارد باشه و روشن باشه آقا مینیموم 4 5 آی پی مصرف داره دیگه 5 آی پی اس بگو دست بالا رو بگیر دیگه تو همیشه دست بالا بگیری یعنی همیشه اوکی داری کار می‌کنی 5 آی پی داره دیگه یعنی تو اگر فقط بخوای 10 تا ویرچوال ماشین داشته باشی 5 آی پی فقط برای روشن بودنشون نیاز داری فقط روشن بودن 5 آی پی حالا در نظر بگیر که مثلا شما همین رو مثال میزنم میرم سراغ همینجا باشه اشکال نداره همینجا توضیحش میدم مثلا شما تصور کن رو سیستم خونت یه دونه هارد چی داری یه دونه هارد 74 5200 دور داری کلش 50 رو روی درایوسیش ویندوزت نصب خود ویندوزش 10 15 اس این رو میگیره چقدر میمونه من میگم 20 ایوپیس گرد رو بالا. خود ویندوز 20 ایوپیس اگه بگیره، ویندوزو کار کردای نرمال و کارهای نرمالی که داری انجام میدی، 30 ایوپیس میمونه. نه 35 ایوپیس میمونه. اصلا نه 40 ایوپیس میمونه. بعد تو میخوای VM روشن کنی، با VMات کار کنی، نه فقط روشن باشن برید یه سری کارا انجام بدی. هر کدوم 10 هم اگه مصرف کنه، 3 تا VM بیشتر نمیتونی ایجاد کنی. بعد تازه 3 تا VM ایجاد کنی که بشه 30 IOPS اونم اگه 20 IOPS مصرف میکنه، روی حد سقفی 100 درصد و هیچ وقت 100 درصد مساوی با پرفورمنس خوب نیست یعنی قطعا تو ضعیف عمل میکنی با دو تا وی میتونی کار کنی برای همین روی سیستم خونه با هارد معمولی 5200 5400 دور و یه سی پی مثلا معمولی رم معمولی شما بیشتر دو تا وی ام نمیتونی ایجاد کنی هارد تو 7200 ش کن یه دفعه این تا سه تا وی ام هم میتونی داشته باشی تا چهار تا وی ام هم میتونی داشته باشی سه تا رو خوب جواب میده چهار تا دوباره ضعیف میشه خب اس میذاری 5 6 تا میتونی روشن کنی چرا چون هر وی ام یه مصرف آی داره که این آی از وزد... در واقع ظرفیت هاردت که کم بشه ویندوزت هم که ظرفیتو برداره میبینی چیزی دیگه نمیمونه وقتی تعداد وی بیشتر از ظرفیت آی او هاردات روشن کنی چی میشه آی موجود بین اینا شیر میشه اصطلاحا میگن کانتنشن رخ میده کانتنشن رقابت رخ میده و اون آی پایینی که تو داری اینو ببندیم یکی بیاریم آی او پایینی که تو داری مثلا 1040 تایی که داری تقسیم شده بینشون وی مصرفشون بیشتر از 1040 تا است خب اون 1040 تایی موجودت بینشون شیر میشه و هر کدوم سهم کمتری بهشون میرسه و پرفورمنسش میفته تا یه جایی میرسه که دیگه کرش میشن اگه تعداد وی ببری بالا خب پس من الان اگه در نظر بگیرم هر وی ام حالا من یکم واقع تر بگم و کار کنم 10 IOPS واقع بینانه مثلا چیز دارم میگم یه جورایی میشه گفت که سخت گیرانه از لحاظ مصرف و ایدئال از بابت چی از بابت اینکه می‌خوایم حتما پرفورمنس مون حفظ بشه 10 IOPS بگیره فقط VM روشن شده من 10 IOPS میگیره خب یعنی 10 تا 10 IOPS اگه 10 تا VM رو این سرور روشن کنم میشه 100 IOPS مصرف شد باز اینجا چقدر مثلا بگیری میشه 900 آی پی اس باقی مونده خب بقیه‌اش رو چیکار کنیم خب میگیم که آقا روی وی ام هم قرار اسکیول سرور نصب بشه اسکیول سرور اگه قرار حجم کارش بالا باشه ممکنه 60 70 آی پی اس فقط همون نیاز داشته باشه 50 آی پی اس همون نیاز داشته باشه حالا نمیگم 60 70 تا 50 تا اگه لودش زیاد باشه 40 تا 50 تا 60 تا 30 تا 35 تا این بستگی داره به حجم کارش خب اینا رو میزنه سرچ کنی به دست میاری اون یکی سرویسه قرار فایل سرور باشه مدام کپی انجام بدن ازش بردارن اون خودش به تنهایی مثلا ممکنه 70 60 50 آی داشته نیاز داشته باشه حالا تو نگاه میکنی میگی من یه دونه اف سرور دارم اینقدر آی پی نیاز داره یه دونه اسکیول سرور دارم اینقدر آی پی نیاز داره نمیدونم یه دونه چی دارم به عنوان مثال سرور بکاپ یه بکاپ یه ویمه که بکاپ سرور منه این کلی آی او نیاز داره خب بعد وی ببینی هر کدوم برای چه کاری دارن کار میکنن بررسی کنی ببینی آی او پی چقدره جمع کنی من 5 تا وی ام دارم یکیش 10 آی او پی اس نیاز داره یکیش 100 آی او پی اس نیاز داره یکیش 50 آی او پی اس نیاز داره یکیش 200 آی او پی اس نیاز داره یکیش 100 آی او پی اس نیاز داره مجموع این آی او پی اس مصرفی ساده ترین فرموله دارم میگم بازم تاکید میکنم مجموع این آی او پی اس مصرفی مثلا این 5 تا وی امت میشه 600 یا 700 مثلا آی تو چند آی او داری؟ 1040 تا پس 5 تا وی ام با در واقع راحتی دارن کار میکنن و اوکی میشن و جواب میدن تو یه مازادی هم داری که اگه لودشون لحظه ای بالا رفت اوکی باشه خب حالا بیا مثلا 8 من مثلا من اینجا کمترینم هم 20 تا بود دیگه 20 تا وی میخوای روشن کنی بعد با این مدل آی او ها رو حساب کنی بعد میبینی مصرف آی او شد مثلا 2100 آی او پیس تو 1040 تا داری خب معلومه اگه بیستار رو ران کنی همشون پرفورمنسشون میفته تو نصفش آیو پی داری پس اینکه من چه تعداد وی میتونم روی این هاردا ها نگهداری کنم باید ببینم اون وی ام چند آیو پی نیاز دارن ظرفیت هاردهای من چند آیو پی هست کم کنم باید آی من بیشتر از اون آی او مورد نیاز باشه و بازم تاکید میکنم هیچ وقت رو صد نبندید یعنی مثلا میگه آقا من 1040 تا دارم اندازه 1040 تا مصرف ببندوش آقا جان ممکنه یه کار این بر اون یه ور ظرفیت یه بافری بذار تهش بیشتر از 70 درصد ظرفیت اصلا تو سرور میگن وقتی رسیدی روشه از 70 درصد یوزج یه چیزی یوزج هارد یوزج هارد یوزج رمت یا یوزج سی پی یو برد فاز ارتقا حله پس اینجوری شما حساب میکنی که ببینی چند وی ام میتونی نگهداری کنی توی ساختارت و این اون چیزیه که خیلی مهمه حالا دید قشنگ دارم که وقتی میخوام ویرچوال ماشین درست کنم اگر چهار تا سرور به عنوان مثال دارم ببینم این ویرچوال ماشین رو کدوم سرورم روشن کنم اگر هر کدوم از اینا مثلا چهار تا سرور من دو ست تا 4 تا وی ام روشون هست نگاه میکنم بررسی میکنم ببینم کدوم آیو زیاده و دیگه روی اون در واقع که داره مصرف میشه روش زیاده دیگه روی اون وی رو نمیذارم روی در سروری این وی ام رو ایجاد میکنم که مصرف و لودش کمتره اوکی پس این آی خیلی مهمه روی این چند تا میتونم درست کنم الان دیگه میدونم بر چه مبنایی نگاه کنم این از این ماجرا بگذریم از این که حالا ما بعداً با ویسنتر کلاسترینگ انجام میدیم با کلاسترینگ ویژگی به اسم دی داریم که خودش مدیریت میتونه بکنه یا مثلا ویژگی مثل در واقع استوریج کنترل خیلی راحت میتونیم یه سری مدیریت ها انجام بدیم این کاره اتوماتیک انجام بشه وی ام ها خودشون برن سراغ دستگاه ها یا سرور هایی که لود کمتری روی هارد هاشون وجود داره حالا چه هارد حالا ها ما داریم تو اس هارد های در ها این در نظر میگیریم بگذریم از این قضیه اونجا بحث های جالب و جذاب رو میبینیم توی کار پس این میشه بحث آی او پی که باید بدونید یک هارد رو بر اساس حجمش نمیسنجن فقط حجم باید مهم باشه برامون که چقدر دیتا میخوایم ذخیره کنیم ولی لود کاریه که خیلی مهمه پرفورمنسی هارد چند آی او پی اس داره جدول رو بهتون نشون دادم که بدونید چقدر هستش اگه داری رو سرورت هارد های 15 که استفاده میکنی یه لان درست از 5 تا هارد تشکیل شده 5 تا 175 تا در ساده فرمول در ساده ترین فرمول یه چیزی هم ازش کم کنید یه منهای دهی بهش بزنید حداقل که میگه این میزان من آی دارم فعلا وی ام من مصرف رو در نظر میگیرم چند آی حالا یا با سرچ کردن یا با نرم افزاری به اسم آی او وجود داره شما میتونی روی سیستم مثلا من نمیدونم این ماشینه قرار چقدر مصرف کنه این دستگاه هنوزم کانورتش نکردم از فیزیکی به ویرچوال اوکی یا اگه کانورتش کردم بالاخره هستش یه نرم افزار آی پی اس کلکیولیتور در واقع چیز نصب میکنم آی پی اس کلکیولیتور میام روی اون آی پی اس کلکیولیتور نرم افزار محاسبه آی او پی اس چیکار میکنم البته عذر میخوام من گفتم آی پی اس کلکیولیتور آی پی اس کلکیولیتور در واقع ابزاری که توش وضعیت هارد حجم هارد نوع هارد نوع وی ام رو بهش میدیم مصرف رو بهت محاسبه میکنه بهت میده این ماشین حسابه این چیزی که من دارم میگم این نرم افزاره چی هستش محاسبه کننده یه مصرف آی او یه سیستمه روی سیستم نصبش میکنی نمیدونی این سیستم چند آی او مصرف داره یه روز رصد میکنه بعد بهت میگه آی او اینقدره این مثلا دستگاه این سیستم عامل و این اپلیکیشن هایی که روش هستن مثلا سی آی او مصرف دارن دیگه میفهم این سی آی او در هر صورت وی ام که میخوای درست کنی رو بعد آی او بدونی چقدرن یا با سرچ یا با این نرم افزار به دست که میاریم مجموعشون میشه مجموع مصرف آی زیرساخت مجازی تو و باید سرورهایی که میزبان هستن این میزان آی رو به ویرچوال ماشین مربوطه اختصاص بدن یا ویرچوال ماشین های مربوطه این هم میشه درس آی امیدوارم لذت برده باشید ازش درس بسیار بسیار مهمیه حتما بررسیش کنید و اگر هم اشاره دوره ویدیوهای رو تهیه کردید رو دیدید که توی سایت هستش خیلی راحت اونجا میتونید محاسبات جذابتری رو یاد بگیرید که مناسب برای دوره ویدیویی هستش تا جلسه بعد خدا نگهدار